با سلام به دوستان و همکاران عزیز، من دکتر نامجو هستم. در مورد لندمارک های او پی جی صحبت کردیم، الان میخوایم در مورد محدودیت هاش صحبت کنیم. مزایش را همه میدونن، هزینهش پایینه، در دسترس در تمام شهرها هست، اطلاعات تقریبا جامع و کاملی از مگزی و ممنیل بول به ما میده، اما شناسایی محدودیت هاش مهمه. اگر محدودیتش رو ندونیم اشتباه میکنیم در نحوه استفاده از اون، چی بخواد در هنگام طرح درمان باشه و چه بعد از درمان و تشخیص موفقیت هامون و یا شکست هامون. برای اینکه بهتر درک کنیم محدودیت های OPG رو، یه مثال ساده بزنیم. کره زمین گرده، کروی شکلی. نقشه‌ای که معمولا به ما میفروشن و میدن چنین شکلی نقشه جهان، و این همه متخصصین جغرافی میدونن این نقشه اصلا کاملا غلطه. شوروی به این پهنا نیست، برزیل به این کوچیکی نیست، گرینلند به این بزرگی نیست. اگر نقشه رو بخوایم بازش کنیم تقریبا چنین شکلی در میاد، یعنی شکل کاغذه. یه بیایم یه دونه کره زمین با مقوا درست کنیم و بخوایم با تکنیک‌های خاص ببریمش و صافش کنیم. خب مکسیلا و مندیبول هم یه شکل نیم کروی داره تقریبا و گردم نیست. حالا که صافش میکنیم کاملا اطلاعات پخش میشه و متفاوت میشه. اولین نکته که در مورد OPG مطرح میشه بزرگ نماییه. خب بزرگ نمایی در مورد ارتفاع باید صحبت کنیم و عرض میزودیستال. مقالات اعداد متفاوتی دادن و به صورت متوسط من و نسبی دارم مطرح میکنم. خب در قسمت ارتفاع در نواحی قدام، چه مندیبول چه مکسیلا، بیشترین تغییرات هست، بین 5 الی 20%. خب این عدد میزان زیاده. این میزان در پری مکسیلا هم بیشتره. یعنی اگه من اینجا نشون داده 100 میل، شاید 80 میل باشه. خب من اندازه گیری میکنم، فکر میکنم یه ایمپلنت یا 10 میلیمتری میتونم بکارم، ولی عملا رفتم چون 8 میلیمتر بوده رفتم کف حفره بینی و سوراخ کردم. بنای کانین و پرمولار منهای 2 الی 10% افزایش داریم، چه مندیبول چه مکسیلا، و در ناحیه مولار منهای 5 الی 10%. عدد میزیودیستال وز بدتره، در ناحیه قدام منهای 26 الی 6%، در ناحیه کانین و پرمولار منهای 5 الی 15%، و در ناحیه مولار منهای 7 الی 7% ما بزرگ نمایی داریم. خب به چه روش اندازه‌گیری میکنن؟ یه سری نم افزارا هست مثل آفو کودک که اندازه‌گیری میکنه. واقعیت اینه که بعضی میگن یکی بهتر از دیگری، ولی همشون باز همون بزرگ نمایی که قبلا گفته بودم داره. برای اینکه بزرگ نمایی رو مشخص کنیم، میومدن کره فلزی، هنوز هم میان یک کره فلزی درست میکنن و بعد اندازه‌گیری میکنن. اول تایید میکنن که این کره واقعا گرده، چون اگر بیزی میشد مشخص خواب گوناگونی پیدا کرده، و معمولا ابعاد 5 میلیمتر انتخاب میکنن چون زیر 5 میلیمتر تشخیصش سخته. اما بعدی این چیه؟ هنوز بازم محدودیت داره. میزان تغییرات در ناحیه کرست آلوئولار معمولا کمتره. تاکی ایمپلنت ما یه دونه خط چیه؟ آبی بکشیم اینجا، این طوله. پس هرچی پایین تر میریم بزرگ نمایی میتونه چه تغییرات میتونه بیشتر بشه. پس تغییرات اگر اینجا 1%، در نهایت اینجا ممکنه 5% باشه. نقطه بعد، اگر ایمپلنت کش کاشته بشه، که خیلی وقت بعد کاشته میشه به خاطر اینکه در نهایت مثلا فک پایین ما آندرکات داریم، شخص بخواد ایمپلنت رو بکاره، اگر صاف بکاره کف حفره بینی پرفوره، کف حفره دهان پرفوره میشه. در اینکه بس بعضی ها میان یه داره کج میکنن از این آندکات در ببرون. خب این کش کاشتن موجب میشه که گوناگونی دیگه بازم متفاوت بشه. در نایه
قدام هم همینطور، انتیرور مندیبول، قدام مندیبول اگر این باکال باشه، قایقات لینگوال اینجوریه. پس شخص دوباره میاد ایمپلنت رو چیکار میکنه؟ مجبور کج بکاره. اگر کج نکاره اینجا قسمت لینگوال پرفوره میشه. پس تقریبا آناتومی موجب میشه که آندرکات‌های به خصوص لینگوال موجب بشن که دندون پزشک مجبور بشه در راستاش نکاره باکال لینگوال. و یا شیبه، که شیب به عنوان در انتری مندیبول گاهی اوقات خیلی پررنگ میشه، پس هم به جای که اینجوری باشه کاملا شیب اینجوری پیدا میکنه. دوباره میکشم. پس دندون پزشک مجبوره که اینو کاملا چکار کنه؟ موازی با ایمپلنت بره، موازی دیواره باکال و لینگوال بره و دوباره ابعاد تغییر پیدا میکنه. کانال اینفرودنتال معمولا یک کانال هستش، اما در بعضی موارد و خیلی نادر البته دو تا کانال مشاهده میشه. اگر نگاه کنید سمت راست بیمار تو رادیوگرافی، این قسمت قرمز سقف و کف رو نشون میده و این دومیش. سقف کانال در مردها بیشتر از خانم هاست به خاطر کورتیکال بیشتر بودن استخوان. مد نظر باشه این رادیوگرافی ایدئال رادیولوژیست تشخیص داده شده. اگه ما رادیوگرافی ایدئال نداشته باشیم یا اون متخصص رادیولوژی و یا خود ما، چون مسئولیت آخری با خود دندان پزشکه، تو کانال نبینه کاملا دیگه داریم شانسی کار میکنیم. اینجا بخوایم ایمپلنت بکاریم، اگر پایینه رو ببینیم خب ارتفاع رو میگیریم و عصب بالایی رو قطع میکنیم و بعد بیبار با بی اس سی لب بعد از عمل مواجه میشه. نکته بعد که انحراف درست میکنه که این کانال ما کجاست، این است که اگر اینفرودنتال کانال باکالتر یا لینگوالتر قرار بگیره در رادیوگرافی بالا و پایین نشون میده. اگر پایین سمت چپ رو نگاه کنید، موقعی که باکال هست پایین تره و موقعی که لینگوال هست بالاتر نشون داده میشه. پس این هم هست که شخص فکر میکنه ارتفاع چقدر هست و ممکنه بعد از اینکه ایمپلنت رو کاشت بعد بگه که این که من ایمپلنت بلندتر میتونستم بکارم حیف شد، یا اینکه برعکس ایمپلنت رو کاشته و بعد میبینی عصب درگیره، یا اینکه لبش بی حسه. گاهی اوقات میبینی که عصب تو رادیوگرافی درگیره ولی لب بیمار اصلا بی حس نیست، به خاطر این اشتباه است. یعنی رادیوگرافی داره اینجوری نشون میده که درگیره، عصب لینگوال تره، اتوماتیک سوپر ایمپوز میشه با ایمپلنت و رو هم امیزار نشون داده میشه. لذا تشخیص کلینیکی میاد سخته، یعنی تا تشخیص کلینیکی نباشه بازم رو رادیوگرافی نمیتونیم بگیم حتما رفته تو کانال یا نه. تو این عکس هم دارم نشون میدم که اگه ببینی اصلا راه اینفرودنتال نرو و آرتریز و وینز از لینگوال هست و آروم میاد به سمت باکال، یعنی یه خط کج هست. حالا ما اگزاجریتش میکنیم که تشخیص داده بشه، منظورم تاره این سی تی واقعی هست و این موجب چه خواه اتوماتیک در اینجا یه مدار لینگوال تر هست و ممکنه بالاتر نشون بده در که بالاتر نیست و به سمت مزیال که حرکت میکنیم، به سمت منتال که حرکت میکنیم چون با کال تره پایین تر زیادی نشون بده، اگه پایین تر نیست و خطر آسیب کانال بیشتر میشه چون فکر میکنیم ارتفاع رو داریم ولی ارتفاع رو نداریم. فورامن منتال از جهت ارتفاع عدم تقارن داره بین ناحیه راست و ناحیه چپ، یعنی توقع نداشته باشید همیشه اگر
سمت راست بین 4 و 5 پایین راست هست. سمت چپ بیمارم دقیقا همونجا ممکنه کمی زیادتر یا کمی دیستاتر باشه. جهت ارتفاع و جهت میز دیستال به صورت 3 تا شکل مشاهده شده. اولی گرده، گرد که تقریبا شکل ستاره ولی گرد تعریف میکنن. بعدی به صورت نامنظمه، این نامنظم میشه ساختاری نداره، شکل خاصی نداره، شاید بگیم بیشتر اینجوری شما دورادوگرافی خواهید دید. اما به صورت بیزی هم هست، بیزی افقی که در اینجا مشاهده میشه. فورامن منتال یه انحنا داره. تو عکس چپ اگه نگاه کنید دارم خدمتتون نشون میدم. از جهت شکل اگه بخوایم براتون بکشم، این کروشه، رسم کنیم و اینم فورامن منتاله. باید دقت کنیم که این کرو ما اینجا رو میبینیم، اما اگه بخوام این پلانت بکاریم و این وید نکنیم، این فاصله رو باید بشناسیم. این فاصله بین 1.5 الی 2.5 میلیمتر. افراد متفاوتن. نقطه دیگه که باید مد نظرمون داشته باشیم، وقتی استخوان تحلیل میده این شکل اینجوری بگیریم. الان استخوان تا اینجا تحلیل بره، فورامن منتال همینجاست. اما وقتی تحلیل بیشتر میره، اتوماتیک فورامن منتال به سمت مزیال حرکت میکنه، بعد مزیال تره و بعد مزیال تره. برای مثال عکس سمت چپ رو نگاه کنید. در عکس سمت چپ یک کیسی برای شما گذاشتم که این فورامن منتاله، اما اینجا فورامنتال اصلا زیر مخاطه، اینجاست. پس مد نظر بگیریم انحنا رو. خب در حالت عادی بعدش فاصله میگیریم، اما واقعیت که گاهی اوقات ابعادمون قدر کمه که 1 میلیمتر هم برامون ارزشمنده و موجب میشه که اصلا یه ایمپلنت رو بکاریم یا نکاریم، یا با پیوندهای پیچیده انجام بدیم. بهترین حالت اینه که یه فلپ ظریف بدون ریلیسینگ اینسیژن بزنیم. انشالله در اسلایدهای بعدی نشون میدیم. و منتال اندازه گیری کنیم تا لبه کرست، این از اینجا تا لبه کرست، از اینجا رو قشنگ با یه پروب پریو اندازه گیری کنیم با چشمون و بدونیم چقدر ارتفاع داریم. عدد میز و دیستال باید محاسبه بکنیم که 1 مداد سقف خواهد بود. در این OPG که نگاه کنیم، اینجا ما فورامن منتال رو اینجا تقریبا میشه گفت میبینیم، اما واقعیت اینه که CVCT یک پاکت بسیار بالا البته هستش. نگاه میکنیم میبینیم که تو CVCT و سبودی دو تا فورامن منتال داریم. خب یعنی ما اگر جراحی کنیم روی یکی اندازه گیری کردیم یکی نکردیم، شانسی میشه اگر اونی که پایین تر باشه رو رفرنس گرفته باشیم، اونی که منتال قطع میشه PSC لب رو میبینیم تا که تئوریتیک فاصله داره و نمیدونیم از کجا اومد. لذا باید OPG درجه یک داشته باشیم و این اتفاقا قرار نیست هر روز بیفته، ولی یه بار تو عمر آدم بیفته کافیه. اینسیزیف کانال در مندیبول، تو این کیس ما اینجا یه دونه منتال فورامنه میبینیم، یه اینسیسیو کانال هم اینجا میبینیم. سمت
چپ بیمارم اینسیف کانال بهتر مشخص. اما بیام یه دونه مثال بزنیم، یه تئوری بگیم. تجسم کنی که دندون نیش پایین سمت راست بیمار وجود نداره. خب منتال اینجاست، عقبه، و بعد ما اینجا اینسیزی نرم هم اینجا حرکت کرد. این کیس ها زیاد پیش میاد، استخوان، این کیسی که استخوان خیلی عالی داره ولی خیلی وقت این شکلی نیست. خب من میخوام جای کانین بکارم، خیالم راحته، میگم کاملا مزیال فورامن منتال، مزیال اون کرو، پس من خیالم راحت که منتال نرو آسیب نمیبینه. اما یک ماجرا دیگه داریم، ما دندون های سنترا اینسایزر داریم که ایریگیشن و عصب رسانشون با همین اینسیس نرو و آرتری و وینز هستش. از اون برم میخوام یه ایمپلنت خیلی بلند بکنم چون کانین تحت فشار بالاست و تورک بالای روش میاد. خب ایمپلنت خیلی قشنگ میکنم، خیلی خوشحالم هستم، بلند، عالی. وقتی ایمپلنت رو کاشتم چه اتفاقی میفته؟ بیمار میاد میگه دو تا دندونه، احتمالاً فقط لترال اینسایزر پایین داشت، چون گاهی اوقات سنتر اینسایزر سمت راست از عصب اینسیزیو مقابل سمت چپ ایریگیشن داره و گاهی اوقات اینجا قصر در میریم و این لترال که 100% درگی میشه، احساس میکنه بیمار احساس متفاوت داره، سه بی اس سی داره رون دندون، وایتلیتی تست هم میگیریم، میبینی که بعد یه مدتی میبینیم دندان پالپش نکروزه شده و بعد روت کانال بشه. خب این موضوع جدیه، بعد مد نظر بگیریم. کمتر دیدم همکاران مد نظرشون گرفته باشن. اما این رادیوگرافی سمت راست اگر نگاه کنیم، خب اینجا دیگه نگران نیستم که بخوایم اینسیزیو نرو درگیر کنیم، به خاطر اینکه دندون طبیعی وجود نداره و با خیال راحت این ایمپلنت رو بکاریم، چون وجود و عدم وجودش علائم کلینیکی نشون نمیده و مشکلی پیش نمیاد. این رادیوگرافی اگر نگاه کنیم، فکر میکنیم این ناحیه داخل سینوسه. برای این کیس رو من شخصا جراحی کردم و وقتی که کلوز ساینس لیفت رو انجام دادم با یه پروب پریه زخیم که تیز نبود کفش رو چک کردم و کاملا سالید و استخوان بود و من 100% مطمئنم که این کف استخوانه، در که اینجا میگه اینجا تا اینجا استخوانه و بقیه استخوان نیست. واقعیت اینست که رابطه ایمپلنت با سینوس چه از جهت ارتفاع و چه از جهت این گفتن داخل تو استخوان هست نیست قابل تشخیص نیست با او پی جی. من یه نکته دیگه هم براتون اینجا نقاشی کنم. سینوس مکسیلا معمولا این شکلیه، اینجا باکاله، اوتوماتیک سمت راست میشه پالاتال، باکال نازکه و پالاتال پهن‌تره. خب خیلی اوقات دندون پزشک میاد و ایمپلنت رو اینجوری میکاره تا نیازمندی به اضافه کردن گرافت در این منطقه حداقل بشه، یعنی به جایی که چنین فضایی رو فقط میخواد اشغال کنه و گاهی اوقات مثلا این کاملا توی استخوانه با پروب چک میکنیم. خب وقتی که چنین شکلی اصلا قابل تشخیص دوباره نیستش که چقدر چه ایمپلنتی میتونیم بکاریم و دندون پزشک 100% در این ناحیه به خود در موارد تک دندانی دوست داره طول و قطر ماکسیمو بکاره، چون هم فورس روی این ناحیه زیاده دندون 5 و 6 و 7 و هم یه کیفیت استخوان بسیار پایینه. یادمون نره دندون 6 و 7 دندونه ای هستن که هر کدوم 3 تا ریشه دارن و فورس بالا و تورک بالا و کیفیت استخوان حداقل. لذا دوست نداریم این ایمپلنت خیلی باریک و لاغر و کوتاه بکاریم، دوست داریم حد اکثر بکاریم و او پی جی شاید رفرنس ایدئالی نباشه برای اینکه ما این پشت سمت پالاتال چقدر استخوان داریم، چه از جهت باکولینگوال اینجا چقدر استخوان داریم سبز، چه جهت ارتفاع این قسمت
چقدر هستش؟ این دو تا علامت سواله که اگر جوابش رو داشته باشیم کمک میکنه ایمپلنت بهتری در ابعاد بهتری بکاریم. از لبه بردر مندیبول میشه استفاده کرد جهت بررسی کیفیت استخوان. گرچه نسبیه ولی باز هم یه اطلاعات کلی به ما میده. اومدن به سه گروه طبقه بندی کردن، C1, C2 و C3 لبه اندوستیل کورتکس را. C1 این لبه که مشاهده میکنید یک نواخته و دو طرف راست و چپ هم برابرن. تو C2 شکل هلال میبینه، نگاه کنه یه دفعه اینجا یاد فرو رفتگی پیدا میکنه، دوباره فرو رفتگی پیدا میکنه. حالا چه یه طرف باشه و چه دو طرف باشه. نوع C3 لبه ها خورده شده است، موش خورده دیگه، اینجا خورده شده و اصلا کیفیت کلش اومده پایین، تقسیم بندی میشه. تمام این بحثایی که ما کردیم برای یک رادیوگرافی که دستگاهش کالیبره شده، تکنسینش درست انجام داده، پوزیشن بیمار، فک بیمار در دستگاه ایدئال هستش، برگه پرین از چست ایکس ری نیستش که بریده باشن گذاشته باشن، و اگه چنین عکسی وقتی که به دست ما برسه به این شکل، نیا کنید استخوان هایوئید کجاست؟ وسط مندیبوله. حالا فقط ما بیشتر دقت میکنیم به اینکه اصلا تیره یا تیره نیست و اعتقاد داریم بلکه نیست. وقتی که چنین عکسی گرفته باشه برش، من شاید اینفلوئنزا کانال رو تشخیص بدم، شاید قسمت های دیگر رو بتونم بعضی رو تشخیص بدم، ولی اینی که چه چیزی رو درست نمیبینم نمیدونم. خود OPG به اندازه کافی اما اگر داره. اگر یک OPG با کیفیت ایدئال و خوب نداشته باشید، ریسک نکنید، برگردونید مریض و یه رادیوگرافی بهتر بگیرید. خیلی بهتره شما قبلا با اون مرکز رادیولوژی صحبت بکنید که بدونه که بیمار برنگرده دوباره عکس بگیره. اگر میدونه عکس کیفیت نداره به هر دلیلی هست، اصلاحش کنن و بدون اون بیمار از کلینیک رادیولوژی بیرون نیاد.